صبح بخیر، ادامه برنامه پیک پگاست و قسمی که در شروع برنامه برای شما وعده کرده بودیم. میرین دوای عزیز آلا آیسته آیسته میمونه ما تشریف میارن. بخیر، خوشبختانه در لحظات برنامه جوان خوب ورزشکار با خود داریم که هدایت الله جان نام داره. اینا در مسابقات آسیایی اشتراک کردن، تاجیکستان، ازبکستان، کوریا و همچنان در بخش ورزش شنا. حالا معلومات بیشتر در مورد مسابقاتش، در مورد که چی وقت آب بازی شروع کرده، چقدر علاقه داره با بازی، کی ها در این راستا اینا رو تشویق کردن و از خودشان پرسان میکنیم. هدایت عزیز صبح بخیر، خوش آمدید به برنامه. صبح شما بخیر. هدایت جان، چی وقت چی زمان میشه که خودت آب بازی رو شروع کردی؟ آیا به معنای واقعی علاقه داری با بازی؟ بله، من بسیار خرد بودم، علاقه زیاد با بازی داشتم. تقریبا 3 سال پیش ما بازی شروع کرده بودم. خیلی خوب. آب بازی را به این اوزایی که عادی بوده اتمن آب بازی بله. میکرده دیگه؟ بله، اول در اوائل اوزایی که عادی بوده، بعدا باز تمرینات پیشرفت دادیم، کابل تمرین کردیم اینجا. خیلی خوب است. کی ها مشوقت بودن که بیشتر خودت کار بکنی یا بازی بکنی؟ زیادتر فامیل هم رایم همکاری میکردن، خصوصا برادرم. از چی زمان باز وارد شدی به شنای حرفه‌ای که باز باید حرفه‌ای شنا بکنی؟ حرفه‌ای 3 سال میشه که من حرفه‌ای شنا میکنم. از بار اول از کجا شروع کردی؟ بار اول در اوزای ابتدایی تمرین کردیم، پیش استادا اصول ابتدایی را شروع کردیم، بعدا رسیدیم به مرحله حرفه‌ای. خیلی خوب. حالا که آهسته آهسته آمده حرفه‌ای بازی کردی، در داخل افغانستان چند مسابقه داری؟ داخل افغانستان بیشتر از 8 مسابقه دادیم که یکیش چند تایش سمت شمال بوده، دیگه بند امیر بامیان دومین دوره واترپولی افغانستان که برگزار شده بود، اونجا تقریبا 1200 متر مسابقه دادیم فری استایل، دیگه بعدا از اونجا خلاص شدیم باز مسابقه خارجی رفت. خب در بامیان زمان که خود مسابقه دادی مقام چند ما گرفتی؟ در بامیان بیشتر از 130 ورزشکار بود و توانستم مقام 3 بگیرم. 3؟ آفرین، ماشاءالله. و بعد از او چطور رفتی در مسابقات بیرونی؟ بعدا در کابل ما رفتیم، یک مسابقه برگزار شد که چند نفر در مسابقات ازبکستان اشتراک کنه. خوشبختانه از بلخ یگانه کسی بودم که در اون مسابقه انتخاب شدم. در شنا؟ بله بله. البته. بله. شما یک چیز دیگه هم در این وقتا قرار است امروز افتتاح کنین به نام پاور بالینگ است، چی است؟ یک چیز است، واتر پلو. واتر پلو ببخشید. بله. واتر پلو یک چیز را بله افتتاح میکنم امروز. شما مربی از واسه؟ مربی هستم. بله. خیلی خوب است. حالا سر واتر پلو گپ میزنیم. پلو میخوایم در مورد افتخارات شما بیشتر بفهم. زمانی که شما در کوریا اشتراک کردین، با کیا با کدام وزنها شما رفتین شنا کردین و مقام چندم گرفتین؟ ما با کوریای جنوبی یک مسابقه اول در کابل برگزار شد که 2 نفر در مسابقات کوریای جنوبی انتخاب شد که یکیش از کابل بود، یکیش از مزار ما بودم. دیگر رفتیم، یک مسابقه خیلی بزرگ بود. دومین بار بود که افغانستان به اون مسابقات اشتراک میکرد. البته 18 بار مسابقات بود که اونجا برگزار شده بود که بیشتر از 196 کشور در اون مسابقه اشتراک کرده بودن، با سبک های مختلف، با سن های مختلف. خیلی خوب. و شما مقام چند ما گرفتید؟ ما 8 کشور را تانستم که پیش کنم، دیگه مدال افتخاری و جوایز. خیلی خوب. در مورد مدال افتخاری ادایت الله جان و کپای مدال هایی که گرفتن و همچنان تقدیرنامه بعدا صحبت خواهد کردیم. حال می خواهیم از ادایت بفهمم که شما زمانی که رفتین گفتین 8 کشور شکست دادین. بله. یکیش کشور نروژ بود، دیگر کشور بنگلادش بود، دیگرش پاکستان بود، یک چند کشور دیگه هم اضافه بود. کشورهایی که در آسیا بودن. بله بله بله. خیلی خوب. خیلی عالی است، موفق باشی. هدایت عزیز، از اونجا که آمدی دیگه کدام مسابقات دیگه هم اشتراک کردی؟ ما پیش از اینکه اونجا برم مسابقات تاجیکستان برگزار شده بود، در مسابقات تاجیکستان رفتم که اونجا هم 8 کشور اشتراک کرده بود. از افغانستان 3 پلیر اشتراک کرده بود، یکیش از کابل بود، یکیش هم از قندهار بود که ما توانستیم خوشبختانه مقام 4 بهترین از آن خود بکنیم. خیلی خوب است که حتما مدال گرفتیم. بله مدال گرفتیم. اوزایی که شما بازی میکنین چند متر است؟ اوزایی که ما بازی میکنیم 25 است، دیگه 50 متر است، 100 متر است. خیلی خوب است.
دمی کوریا که شما مسابقه رفتین چند متر بود؟ 50 متر درازی عوض بود. ما خودم یک مسابقه داشتم 100 متر، یک مسابقه هم داشتم 50 متر. خیلی خوب است. بیننده عزیز، حال میریم سراغ افتخاراتی که هدایت الله عزیز کسب کرده. اینجا مدال است و میخوایم بر شما نشان بدم یک یک، و خود هدایت الله جان بر ما میگه که این مدال چی است، مقام چندم است، در کدام مسابقه گرفته شده. این مسابقات ازبکستان است که این مسابقه در ازبکستان برگزار شده بود. مسابقه شهری تاشکند بود به حساب آنتونی یونیورسیتی که مقام اول گرفتم. خیلی خوب. حال اینجا یک مدال دیگه است که اگر در مورد این مدال بند امیر بامیان است. خوش. در بند امیر بامیان من مقام سیوم گرفتم، در بین 160 ورزشکار باز این مدال گرفتم. خیلی عالی، خیلی عالی. اینجا هم یک مدال دیگه شبیه هم مدال است که اینجا است. ایرم از کابل گرفته گیستم، یک مسابقه در اوه بند امیر بامیان بود، این باز در حوزایش برگزار شده بود که من توانستم اول شوم این مسابقات باز مدال چیز کنم. مدال بگیرین بر صورتش. حالا اینجا یک مدال افتخاری است بیننده عزیز، اگر و این مقام چندم شد؟ این مدالی است که اولین بار افغانستان این مدال را تجربه میکنه در مسابقات کره جنوبی. بین 8 کشور ما شکست دادم، بعد از شکست دادن 8 کشور توانستم که مدال فینال باز بگیرم. خیلی خوب، خیلی خوب. بیننده های عزیز، ماشاءالله هدایت الله جان کسی بوده که بیشتر کار کرده و بیشتر تلاش کرده و ای که بتونه همچین مدال را بگیره از کوریا و افتخاری، و اولین بار است که همچین یک مدال در افغانستان. موفقیت هرچی بیشتر برد میخوایم هدایت عزیز. فقط دو تقدیرنامه دیگه مونده که برای بیننده نشان میتیم که ببینیم اینا در مورد چی هستی. تحصیل نامه از کدام برنامه؟ این تحصیل نامه از مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان است که بعد از اینکه من از مسابقات کره جنوبی برگشت و باز من تقدیر کردن. خیلی خوب. شما اونجا درس هم میخوانید؟ بله بله. خیلی خوب. کدام رشته درس میخوانید؟ من حقوق میخوانم. آلیس آلیس، بسیار عالی. خب بر صورت بیننده عزیز، اینجا تقدیرنامه های دیگه هم هست، البته از تربیت بدنی است. اینجا فدراسیون آمریت ورزش ولایت بلخ با پاس کوشش های خستگی ناپذیر محترم استاد هدایت الله نوزاد. بشک استاد، از شما تشکری کرده، ریاست المپیک هم تشکری کرده. اینجا یک سپاسنامه است از طرف ANSF که میخوایم اینی را برای بیننده هم نشان بدم بیشتر. این یک تقدیرنامه ای است. ما یک ترینینگ کمپ در کابل داشتیم سال 1396 است بخیلم. بله 1397. 1397 است. بعد از ترینینگ کمپ که ما موفقیت سپری شد بزیرا ما گرفتیم از بی. خیلی خوب، خیلی خوب. ماشاءالله. در چیز است، در آخر چیز است. خب. واترپولو. واترپولو را میخواییم نشان بتیم همی است. بله. جام صلح و دوستی. جام صلح و دوستی. اینا میخوایم از واترپولو هم یک تحسین نامه که گرفته هدایت الله جان به بیننده هم نشان بده. بله. خب در مورد واترپولو اگر بسیار کوتاه بگوید هدایت، که اولین بار از در افغانستان آمده و فکر کنم اولین بار از در مزار شریف افتتاح میشه. واترپولو سابقا به افغانستان بود، امکانات زیادی در واترپولو اختصاص داده نشده. واترپولو را ما فعلا میخواییم که در بلخ افتتاح کنیم. قبلا این بازی را ما انجام هم دادیم، می خواهیم که بخیر و بلخ افتتاح کنیم. بار اول است که و بلخ افتتاح میشه. خیلی خوب است. و حالا بالای زی چقدر مدت کار خود کردین و چقدر شاگرد خود داشتین و چند ماه در بر خود گرفت که شاگرد ها برسه اگر کوتاه بود؟ بله، برای فعلا 20 تن از ورزشکاران شنا آماده است که پلیر شود به واترپولو. چقدر طبقه اوناس اشتراک کردن؟ ما طبقه اولاس برفعلا یک تا داریم که به شنا هستن. خیلی خوب، خیلی خوب. دو واترپولو نداریم. ندارن. بلی. خب بر صورت بیننده عزیز، انشالله شاهد افتخارات بیشتر از هدایت الله جان در آینده خود بدیم، چون که شروعش بسیار زیباست و شروع خیلی خوب کردن. در سن 19 سالگی توانستن که ماشاءالله قدر افتخار بیارن و خصوصا افتخاری که از طرف کوریا گرفتن به نیست مدال افتخاری اولین بار در افغانستان. این دستاورد کم نیست. بیننده عزیز، وقفه داریم. بعد از وقفه فراموش نکنید که بخش تکانم کار عزیز مومن.